انقلاب همیشه یه پدیده خشونت آمیز نیست بعضی وقتها اتفاقا به جای دعوا و درگیری و تخریب و سرکوب به جای شورش خیلی شکل ملایمتری هم داره مثل انقلاب مخملی چکسلواکی تو دهه 1980 مردم چکسلواکی انقلابشون همراه بود با ساز و آواز و تنز و ادبیات و اینجور چیزا انقلاب مخملی یه فیلم بود شبیه یه نمایشنامه که با ظرافت خاصی داشت اجرا میشد لیدر این انقلاب واتسلاو هاول خودش یه نمایش نامه نویس بود انگار که انقلاب مخملی رو شبیه یک نمایش به اجرا درآورد بریم ببینیم تو چکسلواکی قرن بیستم چه اتفاقی افتاد سلام من مسعودم اینجا چنل یوتیوب پادکست مجونه تو این چنل خلاصه کتاب های تاریخی رو تعریف میکنم اگه به کتاب و به تاریخ علاقه مندی حتما من چنل مجنون سابسکرایب کن که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید پنجشنبه شنبه 19 ژانویه 1969 همه نشریات و رسانه های شهر پراک تو چکسلواکی یه خبر مهم بیشتر نداشتند. یان پالاخ درگذشت. پالاخ دانشجوی 21 ساله رشته اقتصاد بود. سه روز قبل از مرگش توی حرکت اعتراضی توی یکی از میادین اصلی شهر پراک دست به خودسوزی زد. به چی میخواست اعتراض بکنه به سرکوب بهار پراک؟ بهار پراک یه دوره اصلاحات چند ماهه بود تو چکسلواکی تو سال 1968. تو این سال سیاست سیاستمدار اصلاح طلب رهبر حزب کمونیست به نام الکساندر دوبچک اومد که اصلاحاتی رو انجام بده داخل پرانتز بگم چکسلواکی بعد از جنگ جهانی دوم جزء اون 6 تا کشوری بود که تو اروپای شرقی اینا رو بهشون میگفتن کشورهای اقماری شوروی تمام سیاستاشون از مسکو هدایت میشد کدوم کشورها لهستان مجارستان آلمان شرقی چکسلواکی بلغارستان و رومانی همه این کشورها تو 1989 دچار تحول و انقلاب شدن قصه انقلاب آلمان شرقی رو فروپاشی دیوار برلین توی ویدیو دیگه گفتم اینجا داریم در مورد چکسلواکی صحبت میکنیم چکسلواکی کمونیست که حالا بعد از 20 سال یه سیاستمدار اومده به نام دوبچک داره حرف از اصلاحات میزنه دو دهه قبل از اینکه تو شوروی اصلاحات گرباشوف بخواد آغاز بشه این آقای الکساندر دوبچک چیکار کرد واقعا یه سری اصلاحات گسترده رو تو مدت حدود 6 7 ماه به اجرا در آورد اصلاحات ساختاری تو زمینه اقتصاد سیاست رژیم چکسلواکی متحول شد آزادی بیان آزادی مطبوعات اینا تا حد زیادی به رسمیت شناخته شد دوبچک انسان آزاداندیشی بود و قصد داشت از حکومت کمونیستی چکسلواکی تمرکز زدایی بکنه هم تو اقتصاد کشور و هم تو ساختارهای سیاسی خلاصه چکسلواکی با سرعت باور نکردنی در حال فاصله گرفتن بود از کشورهای بلوک شرق همون شش تا کشوری که گفتم پراگ 68 یه سلسله تغییرات واقعی رو به خودش دید از اون طرف اربابان کرملین نشین اصلا نسبت به اصلاحات بهار پراگ حس خوبی نداشتند خیال میکردن که کشور اقماریشون یعنی چکسلواکی داره کنترلش از دستشون خارج میشه فکر میکردن اگه در مقابل بهار پراگ ساکت بشینن در آینده کشورهای اقماری دیگه هم از اردوگاه سوسیالیسم دور میشن پس چیکار کردن یه کلشگرکشی بزدلانه نزدیک به 300 هزار نفر نیروی نظامی کشورهای پیمان ورشو به رهبری شوروی آگوست 1968 وارد چکسلواکی شدند تا بهار پراگو سرکوب کنند. نتیجه این لشکرکشی نقطه پایانی شد بر بهار پراگ. دوبچک نمیخواست در مقابل ارتش شوروی مردم رو دعوت کنه به مقاومت. نتیجه این مقاومت رو در مقابل تانکای روسی چیزی به جز خودکشی دست جمعی نمیدونست. نمیخواست خون مردمش رو به هدر بده. برای همین تسلیم شد. البته یه سری مقاومت‌های صورت گرفت که اونم خارج از کنترل دوبچک بود اون خودسوزی یان پالاخ که اول ویدیو گفتم برای همین بود یعنی در اعتراض به سرکوب بهار پراگ دوره ای که پزاران و میلیون ها امید زنده شده بود دوباره به خاطر حمله روس‌ها تبدیل به ناامیدی شد خرس سفید یا همون روسیه یه بار دیگه هم تو سال 56 انقلاب مردم مجارستان رو به خاک و خون کشیده بود مردم مجارستان هم توی حرکت انقلاب گونه سعی داشتن از یوغ کمونیسم شوروی خارج بشن حتی موفقم شدند یه حکومت مستقل تشکیل دادن اما نتیجه شد همون چیزی که چک ها دوازده سال بعد تجربهش کردند یعنی سرکوب توسط تانک های روسی الکساندر دوبچک هم همین عاقبت مردم مجارستان رو دید که نمیخواست مقاومت کنه پراگ 68 نسخه دیگه ای از بوداپست 56 بود بگذاریم بعد از سرکوب بهار پراگ یه شخص دیگه جانشین دوبچک شد به نام گستاف هوساک کاملا گماشته مسکو بود این آقا شروع کرد به خفقان و سیاست سرکوب و شروع کرد به پاکسازی عناصری که تو بهار پراگ سهیم بودند این دوره تو تاریخ چکسلواکی معروف به دوران عادی سازی دوران خفقان و پاکسازی های بعد از بهار پراگ رو میگم حدود 1.5 میلیون نفر از حزب کمونیست اخراج شدند. تو چکسلواکی در 70 و 80 تعداد زیادی در بون و نگهبان و مکانیک وجود داشت که اینا قبلا نویسنده بودند، فیلسوف و استاد دانشگاه و سیاستمدار بودند. هوساک به کمک اس سازمان امنیت و اطلاعات چکسلواکی همه نهادهای این کشور را پاکسازی کرد. اما اینجا چکسلواکی بود سرزمین کافکا کشوری که قبل از جنگ جهانی دوم دموکراتیک ترین سیستم حکومتی را داشت اروپا مردم این کشور با هنر و ادبیات و به طور کلی با فرهنگ رابطه خیلی عمیقی داشتند آخرش هم نوع رابطه مردم با فرهنگ و هنر بود که باعث شد از تمامیت خواهی نجات پیدا کنند یعنی تو چکسلواکی هنرمندا تو صف اول مبارزه با کمونیست بودن همه ی آرتیستا تو حوزای مختلف محدودیت های خاصی رو تجربه می‌کردند، چون که حکومت کمونیست میدونست که هنر و هنرمند باهاش سر ناسازگاری داره موسیقی جاز و راک مثلا و حتی موسیقی پاپ تو چکسلواکی کمونیستی ممنوع بود تا اینکه بالاخره از بین همین آرتیستای مرترز یه آدمی سر بلند کرد یه نویسنده و نمایشنامه نویس به نام واتسلاو هاول کسی که با قلمش به فسیح ترین و زیباترین شکل ممکن کمونیسم رو نقد میکرد. این آقا به تدریج شد لیدر انقلاب مخملی. اسم واسلاف هاول رو به خاطر مقاله معروفش مکرر شنیدید مقاله قدرت بی قدرتان. اما هاول تو چکسلواکی دهه هفتاد بیشتر به خاطر این معروف شد که یه نامه سرگشاده به رهبر حزب کمونیست نوشته بود یعنی برای همون گستاف و تو این نامه به شدت از اوضاع کشور انتقاد میکرد. از اون به بعد هم شدیداً زیر نظر گرفتنش و چند بارم دستگیرش کردن. هاول به خاطر انتشار نمایشنامه‌هاش خارج از مرزهای اروپای شرقی تو سطح جهانی هم شهرت خاصی داشت. چون بیشتر آثارش تو چکسلواکی اجازه انتشار پیدا نمی کرد اگه نامه سرگشاده هاول برای هوساک رو خواستید بدونید که چی بوده اپیزود 36 پادکست مجون رو گوش بدید لینکش تو قسمت توضیحات ویدیو هاول تو اکثر مقاله ها و صحبت هایی که داشت حرفش تقریبا یه چیز بود زیستن در دایره حقیقت پایه و اساس صحبت هاول می گفت آقا کنار اومدن با حاکمیت توتالیتر یعنی زیستن در چنبره دروغ داخل پرانتز بگم حاکمیت توتالیتر اگه نمیدونید چه این ویدیو رو یه سری بهش بزن تو چنین رژیمی میگفت همه چیز در بند دروغه همه چیز وارونه جلوه میکنه انسان تحت سرکوب تو چنین رژیمی باید تا اونجا که میتونه زندگیشو تو هم با حقیقت قرار بده اگه زیستن با دروغ شده پایه و اساس یه چنین سیستمی پس جای تعجبی نداره که رو آوردن به حقیقت بزرگترین تهدید علیهش محسوب میشه اگه زیستن با دروغ شده پایه و اساسه یه سیستمی پس جای تعجبی نداره که رو آوردن به حقیقت بزرگترین تهدید علیهش محسوب میشه حاول در واقع یه نماینده از یه اپوزیسیون جدید بود که اپوزیسیون از یه نسل جدید که میگفتند آقا این سیستم کمونیسم اونقدر درگیر فساد و دروغه که دیگه نمیشه باش کنار اومد منتقدان قبلی کمونیسم کسایی مثل دوبچک اینا حرفشون یه چیز دیگه بود میگفتن کمونیسم رو باید اصلاح کنیم سوسیالیسم خوبم داریم اینا رو یه زمانی کمونیست دو آتیشه میدونستن میگفتن چیزی که مردم دیدن صورت خوب سوسیالیسم نبوده باید اصلاح کنیم که درست بشه اصلاح طلب بودن به واقع ولی امثال هاول نه وقتی شکست جنبش های اصلاح طلبانه رو دیدن تو دهه 50 تا هفتاد به وضوح میگفتن این سیستم دیگه هیچ جوره کار نمیکنه امثال هاول از اولش هم به کمونیسم اعتقادی نداشتند شاید اگه کمونیستای دو آتیشه تو همون سالهای اولیه با اصلاحات کنار می اومدن، یه منتقدانی که از قماش خودشون بودن بهشون میدون میدادن، یعنی همسال دوبچک، دیگه اون وقت اون شکست پرهزینه تو زمان ظهور های جدید اتفاق نمیافتاد. چیزی که تو ادامه این ویدیو تعریفش میکنم. خلاصه جرقه انقلاب مخملی از 15 مارس 1976 به صدا در اومد. اعضای پلیس مخفی چکسلواکی تو این روز ریختن توی آپارتمان حوالی مرکز شهر حدود 20 نفر موزیسین رو دستگیر کردن بازم یه حرکت سرکوبگرانه در مقابل هنر کسایی که دستگیر کرده بودن اینا رو بهشون میگفتن آدمای پلاستیکی یک گروه موسیقی پاپ به نام آدمای پلاستیکی موسیقی پاپ هم گفتم یه غیر قانونی بود به خاطر همینم هم دستگیر شدن آدم پلاستیکی خیلی طرفدار داشتن تو کشور از جمله خود واتسلاف هاول هاول به کمک یه سری از روشنفکرای اهل چکسلواکی در حمایت از حقوق ضایع شده مردم مثل همین آدم پلاستیکی اومد یه اساسنامه یا یه منشور تنظیم کرد به نام منشور هفت منشور 77 هفت به قول خود هاول فرصتی بود برای زیستن در دایره حقیقت هر کس این سند رو امضا می‌کرد یعنی با حکومت مخالف بوده هر کی امضاش میکرد می‌گفتن فلانی هم منشوری شده اولش فقط 243 نفر منشور 77 امضا کردن ولی یواش یواش به کمک ابزار و به کمک غربی ها سر و صدای منشوری ها بلند شد طرفدارای زیادی پیدا کردن مخصوصا خارج از مرزهای چکسلواکی سازمان های حقوق بشری ازشون حمایت میکردند و اسلاف هاول هم سخنران اصلی منشور 77 بود تا اینکه رژیم چکسلواکی به رهبری گوستافوساک بالاخره طاقتش رو از دست داد و تصمیم گرفت مخالف شماره یک خودش رو دستگیر کنه یعنی واسلاف هاول دستگیرش کردن بعد از یه دادگاه نمایشی محکومش کردن به چهار سال حبس و بعد از حبسش هم که از زندان آزاد شد هاول همچنان دستبردار نبود زندگی فقیرانه ای داشت تو تئاتر بزرگ شهر پراگ زندگی میکرد یعنی همون جایی که یان پالاخ مقابلش خودکشی کرده بود مدام تحت نظر بود و توی شرایطی نزدیک به حصر خانگی زندگی میکرد اما رویای انقلاب همچنان زنده بود اما رویای انقلاب همچنان زنده بود تا اینکه روزها و ماهها گذشت و میخائیل گرباچوف تو شوروی به قدرت رسید گرباچوف سیاستمدار اصلاح طلب روسیه حالا طلایهدار همون آرمانهایی بود که یک زمانی الکساندر دوبچک تو چکسلواکی میخواست انجام بده به قدرت رسیدن گرباچوف تو روسیه همه ی معادلات رو تو اروپای شرقی به هم زد همون عامل اصلی که آغازی شد بر پایان کمونیسم اما هوساک رئیس حزب کمونیست چکسلواکی علاقه به اصلاحات نداشت البته از اونجایی که عادت کرده بود به تقلید از مسکو سعی میکرد جست اصلاحات بگیره اما مردم باورش نکردند. چطور میتونست حرف از اصلاحات بزنه در حالی که به قول هاول خودش نابود کننده موج اصلاح طلبی بهار پراک بود خلاصه از عواسط دهی هشتاد بعد از آزادی هاول موج جدیدی از اعتراض و نارضایتی ها تو چکوسلوواکی آغاز شد این بار هم بیان اعتراضات مردم در قالب هنر بود دسامبر 1987 تظاهرات لنونیست ها جان لنون یه خواننده اهل انگلیس بود شهرت جهانی داشت تو چکسلواکیم هم طرفدار زیادی داشت به هواداراش میگفتند لنونیست لنونیستا هر سال برای بزرگداشت لنون تو مرکز شهر پراگ جمع می‌شدن آهنگاشو میخونن خلاصه یه رویداد سالیانه ای داشتن حکومت هم باهاشون زیاد کاری نداشت اما تو سال 87 از اونجایی که جو کشور خیلی سیاسی شده بود همین تجمع ساده تبدیل شد به یک کارزار سیاسی لیدر لنونیستا تو این تجمع برای مردم سخنرانی کرد یه سخنرانی به شدت سیاسی از حکومت انتقاد میکرد و از دخالت های علنی روسیه تو مسائل داخلی کشور آخرش هم گفت که هر کی با من موافقه بیاد زیر این تومار رو امضا بکنه بعدش هم پلیس وارد عمل شد و زد و خورد و یدم دستگیر شدن دو روز بعدم در حمایت از لنونیستا این بار منشوریا به رهبری پاول یه تجمع اعتراضی تشکیل دادن اوضاع کشور به سرعت متشنج شد در مقابل هم کادر رهبری حزب کمونیست تصمیم گرفت دست به یه تغییری بزنه گوسافوساک ساک رو از رهبری حزب کمونیست کنار گذاشتن و کی جایگزینش شد ملوش یاکش البته حساک همچنان رئیس جمهور کشور بود اما مقام دبیر کلی رو واگذار کرد به یاکش یکی از همون پیرمردهای کار حزب کمونیست که خیلی هم تفاوتی با هوساک نداشت خلاصه یک سال دیگه همین اوضاع به همین منوال ادامه داشت تا اینکه ژانویه 89 یه تجمع بزرگ اعتراضی دیگه تو شهر پراگ برگزار شد مراسم بزرگداشت 20مین سالگرد یان پالاخ همون دانشجوی معترض 21 ساله که اول ویدیو گفتم خودش آتیش زد پالاخ طی سالها تو چکسلواکی تبدیل شده بود به یک نماد ملی اعتراض علیه سیاست های حکومت محل دفنش تو گورستان شهر پراگ شبیه به یک زیارتگاه رفت آمد داشت حالا تو ژانویه 89 20 سالگرد بیان پالاخ همه خبرها حاکی از یک تجمع بزرگ و بیسابقه را میداد. مردم میخواستن به مدت یه هفته به عنوان هفته بزرگداشت پالاخ هر روز تجمع اعتراضی برگزار کنند. با اینکه حزب کمونیست مجوزی برای مراسم نداد اما هزاران چک به خیابونها ها اومدن و حدود 500 نفر دستگیر شدند با اینکه تظاهرات کاملا مسالمت آمیز بود ولی پلیس با ضربات باتون به استقبال مردم اومد این شرایط متشنج و خفقان زده ادامه داشت تا اینکه نوامبر 1989 دیوار برلین فرو ریخت مردم چک و اسلوواک تو صفحه تلویزیوناشون دیدن که دیوار برلین با همه عظمتش چطور سقوط کرد دیدن که رژیم مقتدر آلمان شرقی در مقابل مردمش به زانو در اومد شجاعت مردم آلمان شرقی رو موقع عبور از دیوار برلین دیدن و این شجاعت تکثیر شده بود پس این موج انقلابی که از ورشا شروع شده بود به بوداپست و برلین شرقی رسیده بود طولی نکشید که به پراک هم رسید نتیجه شد مسالمت آمیزترین و مدرنترین انقلاب تاریخ بشریت انقلاب مخملی به قول نویسنده بدبخت سرزمینی که مردمش مجبور به انقلاب باشند بدبخت سرزمینی که مردمش مجبور به انقلاب باشند اما اگه اینطور باشه هیچ انقلابی رو بهتر از انقلاب چکسلواکی نمیشه تصور کرد آروم روادارانه بدون نفرت و انتقام انقلاب البته اتفاق خیلی مهم و جدی بود اما اونقدر با تنز و شوخی و موسیقی همراه شد که به قول خودشون حس سرخوشی بارزی بهش میداد انقلاب مخملی یکی از سخنرانهای منشور 77 بود که این اسم براش انتخاب کرد نوامبر 89 حزب کمونیست چکسلواکی مجوز برگزاری مراسمی رو داد که همین مراسم در آخر به کابوسش تبدیل شد مراسم بزرگداشت یان اوپلتال قهرمان ملی چکسلواکی بعد از لنون و یان پالاخ حالا نوبت به مراسم بزرگداشت اوپلتا رسیده بود که تیر خلاص و به رژیم چکسلواکی وارد کنه این مراسم 17 نوامبر برگزار شد نزدیک غروب بود و مراسم تو گورستان شهر پراگ به انتها رسید اما جمعیت بعد از پایان مراسم متفرق نشدن از بین جمعیت که بیشترشون جوون بودن و دانشجو بودن شعارهای اینچنینی شنیده میشد 68 رو به خاطر بیار مرگ بر کمونیسم 40 سال کافیه پلیسا و مامورای حکومتی نمیدونستن باید چی کار بکنن با یه اجتماع مردمی روبرو بودن که از غذا مجوزم داشت برای همین بهشون اجازه دادن جمعیت به آرومی به حرکت خودش ادامه بده جمعیت پرتعداد و بیسابقه شروع کرد به حرکت به سمت میدون اصلی شهر پراگ تئاتر ملی چک یعنی همون جایی که یان پالاخ قبلا خودکشی کرده بود و اقامتگاه سابقه پاول هم بود جمعیت وقتی به این لوکیشن رسید سرودهای انقلابی می‌خوندند هوا اونقدر سرد بود که آدما همدیگر رو بغل می‌کردند دسته های چند نفری تشکیل می‌دادند که اینجوری خودشون رو گرم کنند پلیس مداوم از مردم میخواستش که متفرق بشن ساعت از ده شب گذشته بود و جمعیت معترض 17 نوامبر تصمیم به نداشت. نداشت محاصرهشون کردند و پلیس و ماشین‌های ضد شورش که رسیدن خشونت بالا گرفت معترضا که تو صف اول تظاهرات بودن به شدت با باتون کتک زدن 120 نفر دستگیر شدن و 561 نفرم مجروح تو این سرکوب خشونت بار یه جوان معترض هم کشته شد و همین کشته شدن یه نفر باعث شد که شدت اعتراض ها از روزهای بعد بیشتر هم بشه مردم پراگ تا پایان هفته هر روز تظاهرات های خیابونی تو ابعاد بی سابقه برگزار میکردند فقط ده روز تا پایان همه چیز باقی مونده بود تا این زمان یعنی 19 نوامبر هاول هنوز به پراگ نرسیده بود وقتی که به پراگ رسید هدایت انقلاب مردم رو به راه افتاده مردم به عهده گرفت رسما شد رهبر انقلاب مخملی اولش اومد همون ساختمان معروف و تئاتر ملی چکو اینو مرکز فعالیت های اپوزیسیون انتخاب کرد تماشاخانه این تئاتر اتاقی بود به نام فانوس جادویی فانوس جادویی شد مرکز هدایت انقلاب تقریبا همه مخالفان رژیم می اومدن تو این مکان هم با هاول دیدار میکردن و هم در مورد آینده انقلاب باهاش بحث و گفتگو میکردن کمیسیون های مختلف تشکیل شد کمونیستای های اصلاح طلب دانشجو رادیکال فمینیستان موزیسیانها، ها کاتولیک های راستگرا کشیش ها همه و همه با هر تفکر مختلفی که داشتن اما با یک هدف مشترک تو اتاق فانوس جادویی دور هم جمع شدند اتاقی که به قول نویسنده بوی سیگار میداد بوی پالتوی نمزده و بوی انقلاب حاول به کمک اطلاف همه مخالفان رژیم انجمن مدنی رو تأسیس کرد. انجمن مدنی اومد یه بیانیه رو منتشر کرد که چهار تا درخواست مهم داشت. آزادی بیقید و شرط همه زندانی های سیاسی، استفای یاکش و کادر رهبری حزب محاکمه کسایی که تو سرکوب اعتراضها ها نقش مهم داشتن و درخواست های دیگه. از طرف دیگه هم اسلوواکا وارد عمل شدند. انجمن مدنی مربوط به اپوزیسیون چک ها بود معترضها تو شهر براتیسلاوا مهمترین شهر اسلواکی یه تشکلی شبیه به انجمن مدنی تأسیس کردن به نام کمیته دفاع لیدر کمیته دفاع یعنی لیدر اسلوواکای معترض فکر میکنین کی بود الکساندر دوبچک قهرمان بهار پراگ که سالها بود به حاشیه رونده بودنش مرد اسلوواک 68 یعنی دوبچک شونه به شونه مرد چک 89 یعنی هاول انقلاب مخملی رو به پیش میبرد. اوزا که به اینجا رسید یاکش رهبر حزب کمونیست به فکر حکومت نظامی افتاد اما دیگه خیلی دیر شده بود وزیر دفاع چکسلواکی اومد تو تلویزیون رسمی اعلام کرد ارتش علیه تظاهرات مردم هیچ اقدامی انجام نمیده نیروهای شوروی هم که به دستور گورباچوف اصلا قصد دخالت نداشتند دیگه حکومت از دست کمونیستات در رفته بود نهایتا روز پیروزی انقلاب 24 نوامبر از راه رسید. پر تعدادترین جمعیت تو جریان انقلاب مخملی تو مرکز شهر پراگ تظاهرات کردند. درست همون جایی که قبلا مجسمه قولپیکر استالین قرار داشت. جمعیت نیم میلیون نفری وقتی به میدون اصلی رسیدن، چیزی رو که با چشمشون میدیدن باور نمیکردند. رو بالکن مشرف به جمعیت الکساندر دوبچک 68 ساله با موهای جوگندمی و پشت خمیده ظاهر شد. مردم پراگ هرگز این چهره شاداب و فراموش نکرده بودند جمعیت همین که دوبچک و مشاهده کرد شور و سر و صدای کم نظیری ازش بلند شد انگار که از یک قاب عکس سیاه و سفید بیرون اومده بود از بلاتیسلاوا تا پراگ رو طی کرد تا در کنار اهالی پراگ از لذت پیروزی بی‌نصیب نمونه این صحنه قشنگ وقتی کاملتر شد که هاول هم روی بالکن مقابل جمعیت کنار دوبچک ایستاد تو اون غروب فراموش نشدنی هاول و دوبچک همدیگر رو تو آغوش گرفتن چنان شور و حرارتی جمعیت از این صحنه ها پیدا کرد که اصلا به کلمه در نمیاد یه ساعت بعد هم تو اتاق فانوس جادویی دوبچک و هاول کنفرانس مطبوعاتی ترتیب دادن دوبچک بازم از اصلاح پذیری سوسیالیسم میگفت وسط همین کنفرانس بود که خبر رسید ملوشیاکش و همه اعضای کادر رهبری حزب کمونیست استعفا دادند با شنیدن این خبر جمعیتی که توی اتاق بود روی پاهاشون ایستادند دست زدند و فریاد زدند گفتند زنده باد چکسلواکی آزاد به این ترتیب تو 24 نوام نوامبر حزب کمونیست چکسلواکی نقش رهبریشو از دست داد اما پیروزی مردم هنوز کامل نشده بود یاکش استعفا داد اما یادتون نره که حزب کمونیست هنوز سر جاش بود حساک کبیر کل قبلی هنوز رئیس جمهور مملکت بود نخست وزیر اون تعیین میکرد نخست وزیر موقت یک کمونیست اصلاح طلب بود با هاول وارد و گفتگو شد تا یه دولت اعتلافی تشکیل بدن دولت اعتلافی هم تشکیل شد اما همین دولت هم 27 نوامبر به دستور حساک کنار رفت حساک بعد از برکناری دولت و نخست وزیر خودش هم استعفا داد و اینطوری بود که انقلاب مخملی تو 27 نوامبر پیروز شد هاول هم سال بعدش به عنوان رئیس جمهور چکسلواکی توی انتخابات آزاد به قدرت رسید. ممنون که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه میخوای بدونید که سرنوشت چک و اسلواکی بعد از انقلاب مخملی چی شد یا اگه میخوای جزئیات بیشتری از این داستان بدونی و شخصیت هاول بیشتر آشنا بشی، حتما یه سری به اپیزود 36 پادکست مجون بزن. اونجا مفصل برات توضیح دادم. لینکش هم میذارم تو قسمت توضیحات همین ویدیو رفرنس اصلی این ویدیو کتابی بود که دارید میبینید انقلاب های 1989 و سقوط امپراتوری شوروی در اروپا نوشته ی ویکتور سباستیان ترجمه بیژن اشتری اگه هنوز چندل مجون سابسکرایب نکردی لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزن و حتما نظرت رو راجع به این ویدیو برام بنویس آرزوی بهترین ها رو دارم براتون به امید روزهای روشن